هدف ما از برگزاری مناظره اقتصادی کابل ایجاد فضا برای گفتگو و مباحث علمی در حوزه اقتصادی افغانستان هست که ما در زیر مجموعه مناظره اقتصادی کابل در برنامه امروز اقتصاد سبز و تاثیر آن را بر محیط زیست افغانستان مورد بحث و بررسی قرار داریم. بل خبر داد چې باختر پانتون خپل استراتیجیک پلان کې خپل ارزښتونه کې خپل ویژن او میشنو کې میشن کې دا خبره ده چې ګرانو محصلینو ته علاوه له کریکولم نه علاوه له تدریسي او تحصیلي نصاب نه هغه اکسترا کریکولم اکټیویټیز چې ورته وي دغه ژمنه یې هم پوره کړې ده چې محصلین عادي کوم خپل درسونه وایي مشخص و مجرب استادانو لخوا ورته تدریسیږي. دې سره په خوا کې دغسې برنامې چې د کوم پوهنځي استادان پکتین صاحب زمونږ دا بل همکار چې مونږ سره راغلی دی استاد محترم دا به تاسو د هغه مسلکي شکل باندې مخکې د ځي ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه درکوي. زه هم دومره وایم چې یو نوی کنسپت خو ډېر مهم اوزه شغلزایی و کاهش کلی در اوزه شغلزدایی می داشته باشد و بر تمام نیازهای انسانی و در کل ایفز تکامل و زنجیره و در کل به ثبات نگاه داشتن زنجیره تمامی از ایاد و اکوسیستم می باشد. یعنی به این مفهوم که اقتصادی محیط زیست نه تنها جوابگو بر نیازهای اقتصادی و سوق جامعه بر در واقع به سوی دست یافتن به توسعه پایدار یا سستینبل دیولپمنت در عین زمان می تواند زنجیره تمامی از گونه های موجودات زنده و موجودات و در کل ایفز نوعی موجودیت موجودات غیر زنده هم باشد. این نوع اقتصاد نه تنها بر رشد جامعه، نه تنها به دست یافتن جامعه بر در واقع بر استقلالیت اقتصادی، بلکه به تمام معنا در آباد نوع زیستی بومسامانایی، در نواد نوع زیستی ابیتاتی، در واقع در آباد نوع زیستی اکوسیستمی و در کل حتی به نوع ایفز تمامی وجایب در واقع زندگی کوچکترین نوع موجودات زنده که میتواند بکتریا باشد هم توجه کلی داشته است. یعنی در این نوع اقتصاد هم زندگی به صورت منظم میتواند تداوم داشته باشد، هم ایفز تمام سایکل نوع زندگی میتواند باشد و هم میتواند جامعه را به صورت کل و به صورت متداوم به شارکت‌ترین به کوتاه‌ترین مسیر به توسعه پایداری در واقع سوق بده. 2015 که کنفرانس بین‌المللی یا ملل متحد درباره Sustainable Development Goals ایجاد شد، این موضوع سر فوکس و زیر فوکس نسبتا زیاد، چون ما شما پیشتر بحث کردیم که از یک لحاظ ما شما اقتصادهای سنتی داریم که تا فوکس و تمرکزشان بر روی ازدیاد تولیدات، ازدیاد پول و همچنان استفاده گزاف از انرژی هایی که منجر به آلودگی هوا با صدمه به محیط زیست است استفاده میشه. از یک لحاظ دیگه یا از یک سوی دیگه ما شما درباره اقتصاد سبز صحبت میکنیم که ما شما بتانیم هم به رشد اقتصادی برسیم و همچنان بتانیم که استفاده از فوسیل آیل یا گازهایی که منجر به مشکل و آلودگی هوا میشه برسیم. فلی هازه به خاطر رفع مشکل، به خاطر تحقق این هدف، موضوع sustainable growth یا نمو یا development پایدار وجود آمد. بر بنیاد این کانسپت ما میتونیم که چون این باز موضوع بسیار کلان و موضوع بسیار فشرده ممکن نباشه که بتونیم هم ما پیشتر یادآور شدیم در سوال بیشتی سب که چگونه میتونیم که کدام سیاست ها هست، از او سیاست با استفاده از او سیاست ها میتونیم که حداقل ما شما با محیط زیست نسبتاً اما خطهای قرمزشان کراس نکرده باشیم و بتونیم که با یک sustainable growth راه پیدا کنیم. که از او سیاست ها ما پیشتر گفتیم که ممکن سبسایری یا مالی باشه، کمک های مالیات
capacity building یا awareness یا آگاهی عامه باشه در این راسته که مردم بتانه که از زغال سنگ یا از چیزهایی که یا از گازهایی که منجر به مشکلات به جامعه و همچنین به چاپیریا به محیط زیست میشه استفاده جلوگیری صورت. از چند نقطه نظر از حوادث طبیعی آسیب پذیر است و این آسیب پذیری افغانستان در اساسی ترین مجراش لحاظ افزایش گازهای گلخانه ای، نه لایه اوزون. لایه اوزونی که امنیت من و شما را به عنوان سقف در تراپوسفیر حفظ کرده استم از برکت این است که حداقل یک سیاست نیمایی ایجاد شده و این نوع در واقع تخریب لایه اوزون حفظ شده است، ولی متاثرات افغانستان از افزایش گازهای گلخانه ای و در واقع گرمایش زمین است. ببینید افغانستان یک کشور کوهستانی است که ببر را ندارد و این کشور بدبختانه 90% مردمش متکی بر زراعت سنتی است. این زراعت مدرنیزه نه، که ما نیاز به زراعت مدرنیزه داریم. این مدرن یعنی به این معنا که در سکتور زراعت ما اندیشه زیست محیطی در واقع تداخل پیدا بکند و هم از تکنولوژی امروزی به خاطر در واقع افزایش این منابع یا این سکتور استفاده شود. مثلا آبیاری قطره‌ای بهترین نوع جوابگوی امروزی در چالش های کمابی افغانستان است و کسانی که از این نوع انرژی استفاده میکنن نیاز دارن که از طرف دولت حمایت شوند. بحث در واقع بخشایش تکس یا ایجاد تکس برای اولین دفعه در سده 17 مطرح شد که فرانسه اولین کشوری بود که بحث مالیات را در مسائل سیاست محیط زیستی ایجاد کرد و پیشنهاد کرد و تطبیق هم کرد که امروز دانسته است به بهترین وجه حداقل یکی از کشورهای سبزنگر باشد که میتونه سکتور خصوصی را آسیب پذیر بسازد. در ضمن اینکه سکتور خصوصی آسیب پذیرترین سایکل و در واقع چرخه است از بلایای طبیعی، در این زمان میتونه خشکسالی را تشدید ببخشد. حالا که ما با یک خشکسالی سرماساماور روبرو هستیم و یکی از بزرگترین دلیلش همین افزایش گازهای گلخانه است. افزایش گازهای گلخانه ای وقتی بیشتر می شود زمین به شدت گرم می شود، ایویپریشن تبخیر و تعرق دیگر هم کارآمد نمی تواند باشد و اینجا نیاز به در کل نیاز به این است که ما آلت مقاوم سازی من را بلند ببریم، سکتور زراعت ما مدرنیزه بسازیم و مقاومت سازی و سازگاری را در مقابل بلایای طبیعی ایجاد بکنیم. تنوع زیستیمون را تقویت ببخشیم. قاعده و قانون مقرراتی در واقع محیط زیستی را مراعات بکنیم. بخش جزایی محیط زیستی را، معنی شکار را. 2500 مارکوپولو در پامیر وجود دارد. پلنگ برفی که نادرترین نوع تنوع زیستی است. بیش از 500 پرنده وجود دارد. بیش از 5 نوع مرغ آبی در افغانستان وجود دارد. در واقع جغرافیای بحر وجود دارد. عمه این اقتصاد است. عمه یه جذب میکند سرمایه را. در صورتی که کشور من و تو امن باشد، آیا سیاحتگران دنیا چرا به ترکیه بروند؟ چرا تاجیکستان بروند؟ چرا به ایران، ایرانی که آلوده ترین شهر را دارد و از مخرب ترین های محیط زیستی امروز از نقطه نظر سیاست محیط زیستی حساب می شود، چرا برای امریکا مراجعه بکنند؟ افغانستان فاقد هیچ گونه ارزش های محیط زیستی نیست. ما تنوع عیاد داریم و بهترین وجه اش داریم. مارکوپولو در کجای دنیا بجز چند کشور همسایه وجود دارد؟ آیا پلنگ برفی نادرترین گونه نیست؟ نسبت به گزارش هایی که وجود دارد و ارزیابی هایی که صورت گرفته، اکثر کسانی که توریست بودند و اینها در واقع مدل های خوب توریست در افغانستان تفرج از نقطه نظر اسلامی هستند، اینها علایقشان به این بوده که بر افغانستان سفر بکنند. افغانستان جغرافیای بکر دارد، کوههای بلند دارد، مگم سلسله کوه نوشاخ امروز سر زبان ها نیست؟ کدام کوهنورد است در دنیای امروز زیست محیطی که نخواهد در نوشاخ کوهنوردی بکند؟ این توریست نیست؟ این آیا جذب اقتصاد نمی کند؟ براتان تکرارن می گم که در سال 2021 ترکیه بیش از 30 میلیون درآمد از بخش اکوتوریزم و توپوتوریزم دارد. این به این مفهوم که ما افغانستان دو دانه ارزش در بحث اکوتوریزم دارد که مباحث ارزش اکوتوریزمی و توپوتوریزمی است.
که این حتی بحث خوشکوستانی بودن افغانستان هم نقش کلیدی و خاطر در واقع جذب اقتصاد است که میتواند را کمک بکنه. تشکر. چی دغه ملی ارمان تحقق پیدا کری؟ د دې لپاره چې دغه موخې ته موږ رسېدلي وو د شنه اقتصاد څخه استفاده زموږ دغه موخه اسانه کولی شي. په دې معنا چې د افغانستان مخکې مو تاسو یادونه وکړه چې ډېرې ګذافې او ډېرې فوق العاده طبیعي منابع لري. له منابعو څخه په استفاده افغانستان کولی شي چې یو باثباته چی نه په نړیوالو او نه په همسایګانو متکی وي یو هیواد یا یو ټولنیز تحقق پیدا کړلی شي. یا د نورو هیوادونو تاسې چې کله په آسیایي هیوادونو کې حتی ما په 2006 افغانستان د بعضې هیوادونو لکه څنګه چې افغانستان د بعضې مسیرونو څخه تی شوی دی د هغوی استیت بیلډینګ د یو این یوه برخه وه چې یوت لیدرشپ و د هغې د چتر لاندې دغه موضوع بحث کېده چې په بنکاک یوه موضوع چې زه د یو ځوان په توګه یا د یو بچي په توګه نتیجې ته ورسېدم چې د افغانستان په شمول هیڅ هیواد په پردیو تکي او د پردیو په اوګو بار تحقق یا اقتصادي پایداري ته نسي رسېدلی. فلهذا د افغانستان په تیرو لرشته کلونو کې والو مرسته متکی و اوس بیرته هماغه ستونزې سره لاس راکوي چې افغانستان د دې لپاره چې له دغه ستونزو او کړنو څخه ووځي په خپله د خپلو منابعو د خپلو طبیعي زیرمو د خپلو سرچینو څخه او حتی غیر طبیعي منابعو څخه سالمه او درسته استفاده ده. دوم، د افغانستان د ټولو طبیعي منابعو په شمول د کانونو، نفتو، ګاز، اوبو، لمریزه منبع او باد یا شمال د دغو ټولو منابعو څخه په داسې یو پایداره توګه استفاده ده چې افغانستان یو اقتصادي او یو پرمختګ پایداره پرمختګ ته فلهذا دغه زما چون موږ او تاسو د ځوان کول د پرستیج یا د سټیج څخه غږیږو او موږ او تاسو د افغانستان له 15 څخه زیات اصله نه برخه جوړوو زما پیشنهاد دوه ابعادو ته دی. یو، مخکې موږ یادونه وکړه چې د افغانستان ډېری منابع خصوصا طبیعي منابع د حکومت په لاس کې دي او حکومت مکلف دی چې د دغو طبیعي او غیر حتی طبیعي منابعو څخه سالمه استفاده وکړي، د هغوی لپاره صحیح اقتصادي سیاستونه رامنځته کړي، د هغوی لپاره صحیح محیط زیستي سیاستونه رامنځته کړي تر څو وتوانیږو حداقل هغه سیاستونه چې په دې تیرو څو کلونو کې جوړ شوي دي د هغوی د تحقق لپاره مټې راونغاړي تر څو وتوانیږو دغه برخه د دولت له طریقه او د دولت له پرسپکټیوه را قوي او تعهدانه وي. حداقل دومه برخه د افغانستان په اقتصادي رشد کې زموږ او ستاسو عمده او مهم رول لوبولی شو. زه موږ او تاسو او زه خصوصا په همیشه هم محصلینو ته یا بعض همکارانو ته چې کله موضوع راسي دغه وایم چې دغه ټولنه له موږ او تاسو جوړه سوې. زه تاسو بل سره یو ځای کېږو ټولنه جوړوو، ټولنې سره یو ځای کېږي، هیواد او حتی منطقه ریجن جوړوي. فلهذا راځئ نن په دې مکلفیت نی عهد وکړو تر څو زموږ او ستاسو څخه شروع تر دولتي ټولنیزو پورې وتوانیږو چې محیط زیسته شین اقتصاد ته چې په محیط زیستنې څرخیږي مرسته کړي. هنی فرزان، رئیس مؤسسه السو. هدف ما از برگزاری مناظره اقتصادی کابل ایجاد فضا برای گفتگو و مباحث علمی در حوزه اقتصادی افغانستان هست که ما در زیر مجموعه مناظره اقتصادی کابل در برنامه امروز اقتصاد سبز و تاثیر آن را بر محیط زیست افغانستان مورد بحث و بررسی قرار داریم. بدون شک انتقال آب پنجشیر به کابل میتواند به نهایت زیاد برای کابل در قسمت آب سیهی یا شامیدنی نقش مؤثر و سازنده را داشته باشد و در یک قسمتی از به آبی و یا کاهش آب در شهر کابل مدیریت کند. هرگاه این آب از طریق پنجشیر به کابل انتقال داده شود باعث می شود شهروندان کابل
استفاده لازم از این آب کنند و در قسمت چالش ها و کمبود آب در مناطق مختلف کابل مؤثر و ممد واقع شود و نیازمندی هایی را که در عرصه آب در کابل وجود دارد به نحو مرفوع بسازد. خب به خاطر حفظ و تقویت و حفاظت از محیط زیست وظیفه هم قسمی که قبلا تذکر داده شد وظیفه همه هست، وظیفه شهروندان، وظیفه رسانه ها، وظیفه علمای کرام، وظیفه حکومت و اقشار مختلف مردم تا به برنامه های مختلف آگاهی دهی، برنامه های علمی، ایجاد کنفرانس ها، مناظره ها، تشویق، ترغیب و برنامه های حمایتی و در ضمن سرمایه گذاری ما بتوانیم از محیط زیست هم حفاظت کنیم، هم حراست کنیم و هم محیط زیست را پاک و سالم و مسئول بسازیم. در این زمینه ما نیاز داریم به تدوین استراتژی ها، نیاز داریم به سرمایه گذاری، نیاز داریم به آگاهی دهی، نیاز داریم به روشنگری افکار عامه، نیاز داریم به برنامه های رسانه‌ای و نیاز داریم به تولیدات علمی و تحقیقی تا در این راستا سطح آگاهی مردم ارتقا پیدا کند و سطح بخش و در زمینه مسئولیت پذیری در وجود همه تقویت و انکشاف داده شود تا همه مسئولیت های جمعی و فردی خود در این راستا به شکل درست هستند. خب در این قسمت قسمی که تذکر دادم رسالت و مسئولیت اقشار مختلف است: دولت، ملت، شهروندان، رسانه ها، اتاق های فکری، نهادهای علمی، پنتون ها، تا یک آگاهی دهی لازم در جامعه ایجاد شود، مسئولیت مردم به شکل درست تشخیص شود، مردم تشویق و مسئولیت پذیری شود، استفاده بجا و به مورد از آبها صورت بگیرد، از هدر دادن آبها جلوگیری صورت بگیرد، قوانین حمایتی در این راستا ایجاد شود، تشویق سرمایه گذارها در ایجاد این قسمت صورت بگیرد و در مجموع یک نقش مؤثر و ممد اقشار و گروه های مختلف نیاز است تا ما بتوانیم با تشریک مساعی و هماهنگی جمعی این چالش و این بحران بی‌آبی را به نحو مدیریت و کاهش بدهیم. علیکم السلام و رحمت الله. آرام هستین؟ بخیر هستین؟ اسم من میر حیدر از ولایت تخار هستم. بسیار خوب. میر حیدر جان، اینا بگوین که امروز در این نمایشگاه چی میکنید؟ امروز آمدیم ولاد در این نمایشگاه که تا دیدن بکنیم از محصولات داخلی و خارجی و ببینیم که در اینجا در نمایشگاه کدام محصولات آمده و اگر کدام چیزی که مورد علاقه مؤمن بود خرید بکنیم و در ضمن هم یک دیدن میشم، یک سیاحت هم، یک تفریح. بسیار خوب. چی چیزا را دیدین؟ چی محصولات افغانستان؟ محصولات والا محصولات های ماشاءالله، خیلی محصولات های گوناگون از جمله محصولات های بومی محیط و منطقه ای هم که بودن که ما وجه برای ما یک چیزی که بسیار زیبا بود این بود که آن چیزهایی که به دور از چشم دیگرا و دور از چشم مردم و رسانه ها مردم های شهرنشین بود، الحمدلله آمدن در اینجا هم به اینا یک بازاریابی میشه خوب است، هم ایده هم چیزهای وطنی ما یا محصولات بومی وطنی ما به چشم جهانیان کشانده میشه، اونا میبینه و از چیزهایی که در این وطن هست اونا هم مطلع میشن، هم میتونن که در بیرون از کشور یک خرید پیدا بکنه، بازار پیدا بکنه. بسیار مفید و مثبت است. حالا هم وطنان ما مثل خود شما وارد دوستان آمدن از این نمایشگاه دیدار کردن از محصولات، با ما شما چی برمیگرده که از محصولات خود بعد چگونه استفاده بکنیم؟ آیا ترجیح نتیم نسبت به دیگر محصولات دیگر کشورها؟ در ارتباط با مثلا سوال شما ای من نه این که ما باید رسیدادم، ما این وظیفه ملی اسلامی وجیبه دینی ما شماست که ما باید در تمام امورات مسئله بحث خرید ما باید اولویت به هم تولید وطن بتیم، بخاطر که هم اینجا و زمینه کاروبار مساعد میشه، هم تولیدات داخلی ما شما رشد پیدا میکنه، هم در ضمنش یک افتخار بزرگ برای وطن ما، برای هم کسبکار ماست که اونام یک دلگرمی پیدا میکنه تا باشه که برای کار بیشتر، برای تولیدات بیشتر اونام یک انرژی و قوت و امید پیدا میکنه و این وجیبه ملی و اسلامی ماست که ما باید در خریدات خود باید هم تولیدات وطن خود را نسبت به تولیدات بیرونی ارجحیت برش بدیم. بسیار خوب. حیدر جان، ایران بگوین شما در تخار زندگی میکنید یا در کابل؟ اگرچه استاد ما بیشتر اوقات در کابل زندگی میکنیم، حاصل از تخار هستیم، اما بیشترین اوقات در کابل زندگی میکنیم. بودو با شما نمیشه تخار از حالات شاگاهی داریم؟ بله بله. چرا نه؟ چطور از جوانان ما فعلا در این حکومت جوانان ما چی کار میکنند؟ بهترین جوانان تخاری ما بیکار است، کار دارند، چگونه است؟
وضعیت؟ اگر چه خب در کل وضعیت کاری بود در افغانستان فی الحال خب وضعیت شکنده است، بازم الحمدلله خوب هستند و این تعلق به قوت و انرژی و اما انگیزه و فکر یک جوان داره. جوان ما یک جای تاسف است که اکثریت جوانای ما به جای از اینکه اما فکر و نیرو و قوت انرژی خود یا بوم یک برنامه ریزی داشته باشند که تا یک کار کوچک از صفر آغاز بکنن و استایسته در همین وطن یک زمینه کاری هم برای خود مساعد بکنن، رشد بکنن، هم در وطن خود باشن، برای در آبادانی وطن سهم بگیرن. اما متاسفانه بعضی از جوانای ما است که بودن در وطن را به نبودن خود ترجیح میدن، کوشش میکنن که پول انگفتی را به قاچاق برا بتن، با بیرون از کشور بروند، سفرهای پرخطر را در پیش رو میگیرن. اگر همو پولی که نام به مقدار بگم 20000 یا 50000 یا اگلکی را که در بیرون از کشور میرن در راههای غیر به حساب قانونی مصرف میکنن که زندگی خودشان هم در خطر میشه، به نظر شخصی من اگر همو پول اینا در همین وطن اگر فکری داشته باشن، انگیزه داشته باشن، اگر یک کار را آغاز بکنن، یک تجارت کوچکی را از صفر آغاز بکنن، با اخلاص و با صداقت و با ایمانداری پیش برن، ان شاء الله تعالی زمینه رشدشان است. وطن نیاز برای جوانان نیاز داره، بجز اینکه ما و در قدم نخست اما تمرکز خود را بیرون از کشور داشته باشیم، کوشش بکنیم که در کشور خود بمانیم، وطن آباد بکنیم، چرا وطن به ما یا به ما شما نیاز داره و ما ای از مادر وطن است، باید در وطن باشیم، وطن عزیز است. بسیار خوب، شما از مادر گفتین. وضعیت امنیتی چگونه است در تخار، در طالقخان، در تمام ولایت تخار؟ الحمدلله نسبت به گذشته ها وضعیت امنیتی استاد بخی تغییراتش خوبتر است، چرا که اولا ما گذشته ها وقتی که در این مسیر سفر میکردیم از اینجا تا رسیدن به مقصد منزول خود 1001 نوع احساس خطر یا تشویش می داشتیم که آیا ما سالم میرسیم نمیرسیم. حالا الحمد امنیت قسمی تامین است که اگر ما شب و روز بریم کلام تشویش نگرانی از قطاع و طریقی و دزدی و سرقت های مسلحانه و یا دیگه چیزا نداریم. اما آنچه که برای امروز یک احساس کمبودی احساس میشه از او که نبودی کار و نبودی بازار کاری برای جوان ها و برای سایر هموطنان ماست که امیدوار هستیم که دولت مردای ما در این عرصه کوشش بکنن، توجه جدی داشته باشند تا جوان های ما اینجا به کار مشغول شود و برای تمام هموطنان ما زمینه کاری مساعد شود، تجار های ما دل پیدا کنن که پول خود را به جای سرمایه گذاری در کشورهای بیرونی بیارن، در وطن اینجا سرمایه گذاری بکنن، هم برای چهار افغان ما و شما زمینه کاری مساعد میشه، هم وجیبه دینی اونها هم ادا میشود. خیلی را بگوین که وضعیت بازسازی و همچنان حکومتداری در تخار چگونه است؟ وضعیت بازسازی هم الحمدلله حالا خوب است، به جای از اینکه ما به منفی گرایی بکنیم بیایم یک چیزی مثبت گرایی بکنیم، الحمدلله با گذشته کردن حالا هم کسایی که هستن نسبت به گذشته حالا خوب هستن، بالاخره یک دلی دارن که حالا امنیتی جنگی نیست دیگه، بازسازی هم خوب است، از دید امنیتی هم خوب است و از دید از اینکه مردم حالا اکثریت مردم ولایات به وجه مردم طالقان ما و مردم سمت شمال مردم است کجا مردم زیاد کشاورزی هستن یا مصروف دامداری و مالداری هستن و الحمدلله و مردم به مکاری که دارن نسبت به دیگه جایی که شاید ما اطلاع نداشته باشیم اونجا وضعیت مردم از دید اقتصادی هم از دید کاری هم خوب است، بد نیست. به صفت یک جوان تخاری به دیگر جوانان قنداری و هیراتی و هلمندی چی گفتنی، چی پیام داری؟ پیام ما به تمام جوانان افغانستان به وجود جوانایی که شما ذکر کردن ولایت گذکم است که همگی دست به دست هم داده، اولا ما باید مسئله تعصب و قومگرایی را دور بکنیم. یگانه چیزی که عوامل بدبختی وطن و کشور ما و شماست قوم پرستی و نجات پرستی و سنت پرستی و زبان پرستی بوده. این که ما زیر یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زندگی میکنیم، همه ایمان یک برادر هستیم، هیچ افغانی از افغانی کمتر نیست، هیچ افغانی از افغانی بلندتر نیست. بنابراین اساس همه ما جوان ها باید اتحاد و وحدت هم بستگی داشته باشیم، شکار توطئه های دشمن نشویم، وطن خود را ویران نکنیم، بیاییم همگی ما دست به دست هم داده متحد شده منسجم شده برای آبادی وطن، برای شکوفایی وطن، برای پیشرفت و ترقی وطن همگی ما سهم خود را ادا بکنیم. بسیار زیاد تشکر، به عزت باشین، سلامت باشین، از شما تشکر که ما را لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.